گروهی از نمایندگان طویله میمونهای شورای اسلامی با سفر به بحرین در مجمع این سازمان بین المللی که در این کشور برگزار می شود شرکت کردند منامه امسال میزبان مجمع این سازمان بین المللی است که متشکل از مجالس 179 کشور در سراسر جهان است رسانه های جمهوری نکبت اسلامی ضمن گزارش این خبر این فرضیه را مطرح کردند که این شاید پیش زمینه آدیسازی روابط بین جمهوری فاسد اسلامی و بهرین در پی اعلام آدیسازی روابط بین تهران و ریاض باشد عباس گلروی حرامزاده نماینده اصولگرای سمنان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه یکی از سه نماینده حاضر در سفر به بحرین است او در صفحه توییتر خود به زبان عربی گفت محمود عباس احمد الصلاح نماینده مجلس بحرین در فرودگاه از هیئت ایرانی استقبال کرده است گلرو افسود چشمنداز درخشانی برای روابط دو جانبه بین دو کشور در آینده وجود دارد. او در توییتی فارسی نیز ضمن انتشار عکس دیدارش با نماینده بهرینی نوشت افقهای روشنی بین دو کشور دیده می شود و از هشتگ توسعه روابط با همسایگان استفاده کرد. نشست اتحادیه بین المجالس از روز شنبه آغاز شده و تا پانزدهم مارس ادامه خواهد داشت. ایران و عربستان اعلام کردند که به زودی روابط دیپلماتیک دو کشور از سر گرفته خواهد شد و سفارتها در تهران و ریاض گشوده می شوند. کشورهای منطقه عموماً از این توافق استقبال کردند. وزارت خارجه بهرین نیز با صدور بیانیه ای تاکید کرد که منامع از این احیای روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی استقبال می کند. در این بیانیه آمده است پادشاهی بهرین از ابتکار جمهوری خلق چین برای میزبانی و پشتیبانی از مذاکرات ایران و سعودی که مکمل تلاش های دیپلماتیک عراق و عمان بودند تقدیر می کند. عربستان سعودی در روز چهاردهم ژانویه 2016 در پی حمله به نمایندگی های دیپلماتیک این کشور در تهران و مشهد روابط خود با ایران را قطع کرد. این حمله ها در پی قصاص شیخ نمر، روحانی شیعه در عربستان سعودی اتفاق افتاد. بحرین نیز همگام با ریاض در همان روز روابط دیپلماتیک خود با جمهوری نکبت اسلامی را قطع کرد. شورش در دبیرستان دخترانه این ویدئو ساعاتی پیش منتشر شد. درس عبرت تاریخی دختران دبیرستانی به فاتی کماندوهای سلیته حمله به مدارس و مسموم سازی دانش آموزان دختر امروز با بازگشایی مدرسه پس از دو روز تعطیلی پایان هفته دست کم در چهار استان ایران از سر گرفته شد و همزمان وزارت کشور در بیانیه شماره چهار خود از بازداشت و بازجویی بیش از 100 نفر در 11 استان به اتهام دخالت در این حمله ها خبر داد. امروز دست کم پنج مدرسه در خوزستان شامل دو دبیرستان دخترانه در باغ ملک، دو مدرسه در اهواز، یک مدرسه در آبادان و همچنین یک مدرسه در شهر سیاهکل استان گیلان دو مدرسه در شهر سنندج مرکز استان کردستان، یک مدرسه در دشتستان استان بوشهر هدف حمله قرار گرفته و شماری از دانش آموزان دختر و همچنین تعدادی از معلمان در اثر مسمومیت به بیمارستانها و مراکز درمانی منتقل شدند. اما امروز در مدرسه در دشتستان، اتفاق جالبی رخ داد طبق ویدیوهایی که به دست ما رسیده در این دبیرستان دخترانه شورشی بپا شد و یکی از فاتی کماندوهایی که برای عادی سازی شرایط به آنجا مراجعه کرده بود و دختران این دبیرستان را تهدید می کرد توسط این دختران شجاع تبدیل به کتلت شد این ویدیو ساعاتی پیش به دست ما رسیده است شدیدترین حمله های امروز به دانش آموزان دختر در شهر باغ ملک خوزستان انجام شد و به گفته مقامات فاسد این شهر هدف حمله ها دانش آموزان دختر دو مدرسه افت و فروغ باغ ملک بودند که در نتیجه آن پنجاه و یک دانش آموز دختر و سه معلم مسموم و به مراکز درمانی منتقل شدند. حبیب هیبر معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور احواز با تایید وقوع مسمومیت دانش آموزان در باغ ملک گفت که بیشتر این دانش آموزان پس از مراجعه به بیمارستان کنترل علائم و دریافت درمانهای حمایتی در حال ترخیص از بیمارستانند. همچنین در شهر اهواز مرکز استان خوزستان نیز دانش آموزان دختر دو مدرسه کوسر و ستایش هدف حمله قرار گرفتند و شماری از دانش آموزان به بیمارستانها و مراکز درمانی منتقل شدند. در شهر آبادان نیز محمد صالحی بهبهانی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان حمله و مسموم سازی دانش آموزان دختر در دست کم یکی از مدارس این شهر را تایید کرد. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت که حداقل 16 دانش آموز دختر از این مدرسه به بیمارستانهای طالقانی و بهداشتی آبادان منتقل شدند. و بیشتر آنها چند ساعت بعد از بیمارستان ها ترخیص شدند. در همین حال شورای هماهنگی تشکل های سنفی فرهنگیان نیز گزارش داد که امروز دانش آموزان دختر در دو مدرسه به نامهای های بعثت و پویش در شهر سنندج مرکز استان کردستان نیز هدف حمله قرار گرفتند. در استان بوشهر نیز دانش آموزان دختر مدرسه خدیجه کبرا هدف حمله قرار گرفته و به مراکز درمانی منتقل شدند و در استان گیلان هم تعدادی از دانش آموزان دختر دبیرستان فاطمیه شهر سیاهکل پس از وقوع حمله دچار مسمومیت شده و به بیمارستان منتقل شدند.